روز گذشته شنبه 30 آوریل 2022 از ساعت 9 صبح تا 1 ظهر به وقت شهر روم پایتخت کشور ایتالیا تجمعی اعتراضی علیه نسل‌کشی و قتل عام شیعیان مظلوم افغانستان در این شهر برگزار شد. با حضور صدها نفر از شیعیان در منطقه به نام پیازا دلا در مرکز روم این تجمع اعتراضی برگزار شد. تجمع کنندگان ضمن برافراشتن تصاویر و پلاکاردهایی از جامعه بین‌الملل خواستار فعالیت برای مقابله با نسل‌کشی و قتل عام پیروان اهل بیت اسماعیل و طهارت علیهم السلام در افغانستان که در حال حاضر حکومت آن در دست سنی‌های تندروی طالبان است شدند. در همین زمینه گفتگویی دارم با سرکار خانم دکتر بتول سید حیدری استاد دانشگاه کابل. خانم سید حیدری سلام، وقتتون بخیر. ارزیابی شما از تأثیر چنین فعالیت‌هایی در کشورهای اروپایی در پیشگیری از قتل عام شیعیان مظلوم افغانستان چه میزان است؟ شیعیان در افغانستان سالها با تبعیض و نسل کشی مواجه بودند. به گواهی منابع مستند تاریخی در حدود 62% از هزارها در زمان عبدالرحمن خان در دهه پایانی قرن 19 قتل عام شدند. زمینهایشون مصادره شد و خودشون به اسارت و بردگی گرفته شدند و بعد از اون هم تبعیض ساختاری در برابر شیعیان به اشکال مختلفی ادامه پیدا کرد. در دوره اول سلطه طالبان در افغانستان هزارها در ولایت بامیان و شهر مزار شریف به دلیل قومیت و هویت مذهبیشان که شیعه بود به طور گسترده قتل عام شدند و حملات هدفمند هزارها پس از سقوط حکومت اول طالبان در سال 2001 ادامه پیدا کرد و در سالهای اخیر این حملات در ساحات کاملا غیر نظامی مثل سالن‌های عروسی، مراکز ورزشی، حسینیه ها، مساجد، بیمارستان ها، زایشگاه ها و مراکز آموزشی به صورت گسترده و شدیدتری ادامه پیدا کرد. حملات اخیری که در روزهای اخیر صورت میگیره ادامه نسل کشی تاریخی هزارها و شیعیان در افغانستان هست و این اعتراضات به این دلیل است که جهان باید بداند که از گروه طالبان که سابقه نقض حقوق بشر و نسل کشی هزارها را در کارنامه خودشون داشتن نمیتوان توقع داشت که امنیت شیعیان را در افغانستان تأمین کنند. به همین خاطر به دلیل حضور گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و همچنین سازمان‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای باعث می‌شود که دنیا رصد بکنه و تا جایی که می‌توانند از مشروعیت خواندن دولت طالبان جلوگیری کنند و اگر هم دولت‌های اینها در آینده بخواهند طالبان را مشروع بدانند حداقل این تجمعات و تظاهرات سطح آگاهی جامعه اونها رو نسبت به اتفاقاتی که در افغانستان برای شیعیان میفته بالا میبره و معرفی جامعه هزاره رو سبب میشه و از اون طرف سیمای صلح‌دوستی شیعیان رو برای جهانیان به نمایش میگذاره و باعث میشه که گروه های مردمی در جهان غرب اروپا در برابر تصمیم های کشورهای خودشون مقاومت کنن. بله خانم دکتر، از ادامه تجمع های اعتراضی در دفاع از شیعیان افغانستان در کشورهای مختلف جهان چه اطلاعاتی دارید؟ در جریان هستم که در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا که ذکر کردید، هلند و همچنین در انگلیس و آلمان، در امریکا هم در یکی از ولایت ها اعتراضات و تجمعات گسترده‌ای به دلیل نسل کشی هزارها و شیعیان در افغانستان صورت گرفته. ممنونم. بتول سید حیدری استاد دانشگاه کابل با ما بودند. هر آنچه از اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتان را مناسب پوشش دادن در اخبار شیعه می دانید، از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. 20964 772 290 2299 روابط عمومی اخبار شیعه.